سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام اینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه رپ حواشی دیگه و می‌خوایم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیز یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. کانال دوممونم که هست توی دیسکریپشن میتونید برید اونم سابسکرایب کنید اگه حال کردید. اگه از ویدیو هم خوشتون نیومد حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. البته دلیل منطقی، صحبت دیگه نمیمونه. بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه تتلو یه سری وایس گذاشته بود و یه سری توهینا رو کرده بود به عرفان. عرفان هم در جوابش یه سری استوری گذاشته، با هم می‌بینیم. بچه‌ها خیلی مسیج می‌زنه میگه فلانی اینو گفته نمیخواد جوابشو بدی، فلانی اونو گفته نمیخواد دهنشو ببندی. و بعد بگم نه، شو یه عمری این کسایی که چش نرم ببینن حرف می‌زنن دیگه. من می‌خوام بشم جواب تک تک زیر زرای همه رو بدم که کار زندگی خودم میافتم. انقدر درگیر کارهای بزرگ هستم که حواسم این حاشیه اینا نباشه. و وگرنه خدا شاهده کسی آهنگ بده اصلا میدونم که آهنگش داره میاد، نه آهنگشون رو گوش میدن، نه که چون خفنم ها، چون درگیر کارهای دیگه هم. کسی که بیکاره درگیر خالک زنک بازی ها، انقدر شخصیت هاشون شکننده است، انقدر اعتماد به نفس ندارن که هر ثانیه باید بگم من خفنم ترینم نمیدونم بقیه بهشون بگن تو خفنی. این داستان ها، وگرنه کسی که اعتماد به نفس داره سر شلوغ به زندگی خودشه که حواسی چی که بقیه دارن چیکار میکنن. خلاصه که چیزی که عیان است چه عجب به بیان است، کارنامه کاری معلومه چه تو موزیک چه خارج از موزیک، همیشه هم روم به بالاست، همیشه دنبال چیزهای جدیدترم، دنبال کارهای بزرگترم. زمان تا نشون داده، باقیش هم نشون میده. یعنی حرفه بقیه که به اونجاست که باید باشه. بعد از حرفایی که تتلو درباره عرفان زده بود توی هفته پیش، حرفایی هم زد درباره خشار اسار و سینا مافی. قبلا هم زده بود اونا رو به درد نخور، به هر حال خطاب کرده بود و گفته بود سینا سایی به خاطر اینا افت کرده و نتونسته به اون درجه خودش برسه. به هر حال اومد دوباره یه سری حرفا رو زد. تیکتار اسار هم خیلی به خودش گرفت، یعنی خشار اسار رو، و کلی حواشی رفت فالو، این فوش میداد اون فوش میداد و اصلا خیلی داستان عجیب غریب شده بود. حتی به درگیری که داشت میکشید و حتی تهدید که فایترهای مثل سعید گنجی و آریانا هم داشتن تهدید میکردن خشار اسار رو. خشار اسار هم به هر حال کلی فوش و حرفا زد. خب به هر حال حق داشت، ناراحت شده بود. امیر تتلو اومده بود به اون و مادرش فوش داده بود و خیلی حرفای دیگه، اونم مقابله به مس کرد. حالا خیلی این داستان دیگه پیش رفت و اصلا یه شکل بدی میگرفت. اما به هر حال خشار اسار گفتش که آقا ما چیکار میکنیم، میام یه دیس میدیم، دیس هم اسمش حولوه و قراره بیاد. در آخرم یه لایو گذاشت و تو این لایو به هر حال یه سری حرفا رو زد که اونم میبینیم از جلوتر. اما داستان جالبی که بود، دیروز یه سری استوریا رو گذاشته بود محمد کین که به هر حال منیجر رپ فارسیه و همینطور مهرب که برحال یه سری عکس گذاشته بود با رضا پیشرو، خبر از این میداد که قرار فیتی داشته باشیم بین رضا پیشرو و امیر تتلو. همینجور داشتیم داستان میچرخید و اینا، تا اینکه رضا پیشرو اومد یه استوری گذاشت و تولد تیک تاک استار خشار استار بهش تبریک گفت و بهش گفتش که حق داری و باید بیاد ازت معذرت خواهی کنه، کوتاه نه من پشتتم و این حرفا. و بعد از این امیر تتلو باز عصبانی شد و این فیت کنسل شد. دوباره اومد توی چنلش یه سری حرفا و ناسزا رو هم به رضا پیشرو هم به خشار استار زد و دم از این زد که اینا باید به من احترام بذارن. و خب داستانی که هست، نقدی که من به امیر تتلو دارم، امیر تتلو میگه فوش دادن فقط بی احترامی نیست، یعنی بی احترامی فقط فوش دادن نیست. اما یه سوال، خود فوش دادن مگه بی احترامی نیست؟ درسته میشه به روش‌های مختلف بی احترامی کرد، اما فوش دادن بی احترامیه. و خب کسی کاری نداشت، امیر تتلو اومد فوش داد به خیلی ها و به همه داره فوش میده، به خیلی های دیگه هم داره فوش میده. خب تیک تاک اسار هم، من چقدر میگم تیک تاک اسار، خشار اسار هم ناراحت شد و به خودش گرفت جواب داد. درسته شاید میتونست کمتر پیش بره، اما مثل میونه من اینجا نشستم یکی بیاد به من فوش بده بعد طرف بگه من مثلا بگیرم حالا یه سری داستانه ایجاد شه و یه سری حرفا، بعد اون بیاد بگه از من معذرت بخواد، نمیشه که اون بعد از من معذرت بخواد. و اینجا یه سری کارا غیر منطقی داره میکنه امیر تتلو. و خب شماها هم اگه، یعنی شماها یعنی مخاطباش اگه قدیمی تر باشن، دهه 70 باشن یا 60 باشن، حتی میدونن که کیا تو رپ چه کارهایی کردن. امیر تتلو سهم خودشو داشته، رضا پیشرو سهم خودشو، تیک تاک سهم خودشو، و این همه باید به هم احترام بذارن. دیکتاتوری نیست که یکی اینجا سلطان باشه، رئیس باشه، به هر کی هر چی میخواد
بگه این نقدی بود که داشتم از امیر تتلو، کاش که ما این سال ازش کمتر ببینیم تو موزیک ببینیم و بیا تو موزیک تواناییشو داره موزیک بده و ما عشق کنیم. این دیگه نمیدونم دیگه، برحال بهتر ما حرف نزنیم الان خودمونم کلی هیت میگیریم. اما یه داستان عجیب و باحال دیگه که هست اینه که فیتی قراره شکل بگیره بین یاس، تکنان و پیشرو به احتمال زیاد. و داستان از کجا شروع شد؟ دیروز دیدیم که تکنان هم یاس رو فالو کرده هم رضا پیشرو رو، و هرچی کامنت براش میذاشتن درباره این داستانه که آقا میخوای با این فیت بدی با رضا فیت بدی و اینا، جواب مثبت میداد. این داستان از اینجا شروع شد که خب تکنان همیشه میگه یا سر وقت بخواد من باش فیت میدم، و یکی از هوادارا اومده بود نوشته بودش که رضا پیشرو یه رپریه که حتی از یاس بهتره، خیلی به سبکت میخوره، بهش میگن امینم ایرانی. اونو جواب داده بود و بعد از اون اومده بود فالو کرده بود به هر حال رضا پیشرو رو، و هرچی هم خبر میومد هر کی براش مینوشت یه سری کامنت میذاشت که میگفت آره من میخوام مثلا فیت بدم و این داستان ها. و یه جا حتی فارسی نوشته بود، البته فینگلیش، و نوشته بودش که پشمام، و خیلی جالب بود. میبینیم اینا رو با هم. بله همونجور که دیدید به نظر میاد که ما داریم فیتی رو بین تکناین، یاس و پیشرو که خبر بزرگ و قولیه واقعا میتره، که حالا خیلی هم میگن که آقا تکناین عددی نیست فلان، من از این حرفا میبینم تکناین یکی از بهترین رپرها آندرگرنده و تو رایم و اینا هیچکی رو دستش نیست و تمام رپرهای بزرگ دنیا هم از جمله امینم براش احترام قائلن و بارها خیلی جاها گفتن، نه فقط امینم، خیلی های دیگه از باستارا هم و و و و و و خیلی مهره مهمیه توی رپ دنیا. حالا کاراش خیلی مینستریم نیست اونجوری فلان و اینا، اما یکی از قولترین رپ‌کنهای دنیاست و خیلی خبر بزرگ این فیتی که احتمالاً ما خواهیم داشت. و اما بهمن دیو دوباره به عرفان و هیچکس پرید، اندفعه توی یه استوری به جفتشون پرید که به هر حال در حد خودش جالب بود. این چند وقته خیلی داره مد میشه که هی دارن از مثلا تجربیات تجاوز و این حرفا دارن حرف میزنن، خیلی تو فضای مجازی پر شده و نسبت به این شوخیو کرد دیو، که دیگه دیو دیگه همیشه هم داره این کارو میکنه و نمیدونم چرا دیگه واقعا. اما یه داستان خیلی عجیب و جالب دیگه ای که بود، داستانیه که داره بین لیتو و بچهای زد بازی مخصوصا جی جی و سیجل اتفاق میفته. دیروز یه آهنگی رو پخش کرد لیتو و تو اون ما توی کاورش میبینیم که یه قسمتی از عکس به هر حال کاور پیش شدیم ولی بزرگ نه هست روی اون عقب روی اون دیوار، و همچنین توی آهنگ به هر حال حرفایی که داره میزنه به نظر میاد به رضا جی جی و داره تیکایی رو به جی جی میندازه. بعد از اینم جی جی یه سری استوری گذاشت و جوابیه‌ای داد به لیتو، همچنین سیجل نوشت که از ماسک بر ماست، و همچنین سهراب اینجا یک استوری رو گذاشت به این شکلی که میبینید، و داستانی که داره نشون میده که آقا دوره دیگه لیتو از بچه های زد بازی. خب ما اونجوری که قبلا حرف زده بودیم تو مصاحبه جی جی میگفت داداشمونه و احتمالاً با هم کار کنیم تو آینده، ولی اینجوری که بوش میاد نیست، و طبق حرفایی که میزنه توی اون آهنگ لیتو به نظر میاد که اگه واقعا اینجوری اومده بیرون و اون چیزایی که پشت جی جی میگن که همکاری خیلی ها رو میکشه بیرون نمیذاره همکاری کنن، احتمال زیاد اگه این داستان درست باشه ما دیگه فیتی رو نخواهیم داشت بین وانتونز خلسه و همچنین لیتو، مگه اینکه اونها هم به هر حال کاری که لیتو کردن رو بکنن. حالا باید ببینیم دیگه داستان چجوری پیش میره. میریم استوریا رو ببینیم. اینم بگم لیتو هم بعد از اینکه استوریا داشت اینجوری میرفت یه استوری بودش از کریستیانو رونالدو که داشت اینجوری میگفت آروم آروم. میبینیم اینا رو پشتم. و در آخر خبر دیگه ای که هست، افشین یارتو که یکی از رپ‌کنهای نسلیه که برگشته و یه آهنگ داره میده، و خب خیلی حواشی داشتین بیتشو، خیلی میگفتن دانلودی که خودش اومد یه رسید گوش آقا من اینو خریدم، بیت دانلودی هیچ مشکلی نداره، من نمیدونم چرا اینو خیلی از مخاطبا فکر کنم مشکل، طرف آهنگساز که نیست، رپره ام سیه و میخواد بیاد که آقا رپ کنه،
اصلا میخواد با قابلمه بیت بزنه. شما ببین چی میگه، ببین آقا فلوش باله، ببین رایماش درسته یا نه، به بیت چی کار داری. حالا بیت اگه دوزی کنن و اسم خودشونو بزنن که بحثش شده است، ولی وقتی بیت دانلودیه یا مثلا خریده هیچ اشکالی نداره، همه جای دنیا هست. اما یه بحث دیگه که هست، چرا بعد از این همه مدت افشین یارتو باید بیاد بزرگای رپ رو دیس کنه، نه یکی نه دو تا چند تاشونو، و یه جوری به نظر میاد دیس آل باشه این ترکش. بعد از 11 سال اومده با یه تقریبا دیس آل، حالا بعد ببینیم چه جوری پیش میره داستان. میبینیم تیزر این آهنگو. رپ خونه قبل من زیاد نبودن، اگه بودنم خودم هم من رو نمودم. یه لاشی اشری لشکری بود، یه مشتی رحمتی مشهدی بود، اولی که ولش خایمال حکومت تو رفم خودش شزش دنبال حکومت معروفیت در رف بازی نیت معافیت از سربازی، اما دوفانی کمک کرد به رف بر منکرش به گلنه، اگه تو منکرشی پک اوننه. بعد من تقریبا هر کی اومد و من ساختمش، اعتراف همشونو یه جا به همون اولی نادخ باختمش، دونه دونه همه از در و دیوار خالتور شده، همه زیر پرچم سامت و دیوار آرتور شده. بعد رفتن آرمین رفت هوش از سر، بعد رفتن حسین پوچ از شهر، بعد رفتن رضا رب شد دور از شهر، بعد 9 سال کار رب عشقم و زدم به خال. هشت بعد رنگ دوزی یک کشور زدم به چاک، سر اومون سبی کروی باپتی جا کش. خب این بوده از رپ حوشی امروز، امیدوارم که لذت برده باشید، امیدواریم که به جای این درگیری های اینترنتی و فوش خوار و مادر و این حرفا ما آهنگ بشنویم و بیاد لذت ببریم. همین دیگه، مرسی از اینکه تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردین، امیدوارم همشالتون توپ خوب عالی و بم باشه، لایک و سابسکرایب و این داستانو یادتون نره تا ویدیو بعدی. سی یو سون.